سخن کوروش کبیر است. موبد کوروش ذوالقرنین سرورم صدا کوروش پارسی بزرگ زاده کوروش هخامنشی کوروش پدر در گوش هوش من چنین گفت آنگاه که پیکر برمودش در خراباد مبان بر من آشکاش ما دین را به یونان میبریم با شمشیر پارسی بدون ما تا پیروز نخواهیم شد ما تا کنون بدون ما تا نیز جهان را فتح کردیم ما سرداران پارسی برداشت پیامبر ما از نژاد ما تا فراموش نکنید جگانگی را بس کنید برای پیروزی بر یونان میبایست یگانه باشید همه سرداران و بزرگان دست پیش آوردند یک دل و یک صدا دین باید به یونان برود ولی بزرگ ما تا فریاد برآورد اگر می توانید بدون ما بروید ما نیز دعا می کنید تا پیروز شوید اگر بتوانید برم آتابان بزرگ پارسیان دور از پیمان ایستاده بود خشایارشاه پرسشگرانه او را نگریست آتابان عموی گرامی دست پیش نمی آورید برای پیمان دین باید به یونان برود آوری ولی نبا شمشید دست های پیمان یکی یکی برداشت شد تالار شاهی را هم همه ای فرا گرفت آیا فراموش کردید که آتن اسفار کرد و پیک های پدرم داریوش بزرگ را کشتند؟ آنان پیش قراولان سپاه داریوشند که پیکر پاکشان در خاک بیگانه رنج میکشد و ما را به دادخواهی فرا میخواند برادرزاده ارجمن کوروش را نمونه زندگی خویش بدان او فاتح خاک نبود فاتح دلها بود یونانیان دین ندارند شما به خدایان یونان بیش از بابل است اگر شما به خدایانشان بسیار است دینهایشان نیز بسیار است و دلهایشان نیز در سخن کوروش بزرگ سخن از دل نبود فتح دلها را به مقام ما می سپاریم تا با دست دعای خویش رهنمای جهانیان باشند و شاهان دارنده حلقه قدرت مردان شاه و شاهان مرد را با دل کاریم فتح دلها را به زنان بسپاریم هر که با من است با من است و هر که نیست برمان ای تای یونانی برای شرفیابی اجازه میخواهند خشایا شای بزرگ ما را ببخش من از آتن آمدم و من از اسفارت ما را ببخش که پیک ها به پدرتان داریوش بزرگ را خوش بود اینک این تیک و این کتاب یا به کتاب آسمانیتان ما را ببخش یا به تیغ آفید ما را بکش خشایار شاه شاه شاهان چنین فرمایند ما چون یونانیان آیین مدی و مردمی فرو ننهاده پیک ها را نمی کشیم به میهن خود بازگردید و بگویید پاسخ کشتن پیک های پدرم داریوش بزرگ لشکر 100,000 نفری خشایارشاه شاز پیکای یونانی به میهن خود باز گشتند و پیام خشایارشاه را باز هستی بزرگ سراسر آتن اسفارت را فرا گرفت بزرگان یونان پس از رایزنی تصمیم گرفتند پیکان خشکی را به اسفارتیان و پیکان دردایی را به آتنی ها می از آن سو خشایا شای بزرگ بیامد به پیش سپاهی ستور گزین کرد از هر سوی 100,000 سواران گرد از در کارزار همه زاسیا
آمده بحر جنگ ز یونان پر از کین کمر بسته تنگ تن کین ستانان آن کشتگان که مردند با دست یونانیان رخشیدن خنجر و تیر دید همی جز خوشی راه گلید کشتی ها را به آب اندازید زورق ها تخته ها همه به آب اندازید از آن سو نیروی دریایی آتن آماده نبرد ناگهان صدای سوزه باد نزدیک و نزدیک تر شد گویی اهریمن گرگسان میخواست با دم اژدهای خویش سپاه ایران را در هم بشکند به فرمان خشایارشا کشتی های ایران را با زنجیر به هم بستند و باد کشتی‌های سپاه ایران را در هم شکست شاهنشاها این خشم بایوس که دریا را طوفانی کرده است بهتر نیست گاهی چند دریا را عقب بنشینیم من از پاس درخشان به پایان جهان لشکر نکشیدم که واپس نشینم ای سربازان دلاور آسیا ای لشکریان جنگاور من دریا را از خون یونانیان پیمان شکن سرخ کنید سرورم با سرنوشته میتوان جنگید آیین ما اراده و آزادی است اراده ای که از نیک و بد نیکی یابد مغان را بگویم نیایش کنند ایزد باد را بگو نیایش کنند یزدان پاک را خداوند جان و خرد سرورم اسپارتیان در خشکی راه را بر ما بستند دری نیست که بر من بسته بماند و ایشان تیر فرو بارید چندان که زیر تیرها مدفون شوند نه شمار اسپارتیان چند است بیش از 3000 تن سرورم من خود با 3000 تن بر ایشان میتازم یکایک همه تیغها برکشید سپرهای خود را ز سر برکشید لئونیداس پشت بیش از 3000 تن اسپارت ایستاده بود و رجز میخواند سر خشایارشا را برای من بیاورید شاه اسپارت را بکشید شاه اسپارت سپر برگرفتند و شمشیر تیز برآمد خروشیدن رفت همی گرد کیره برانگیختند همی خاک با خون برآمیختند ز اسپان و مردان همه رفت تاج دهن خشک و رفته ز تن زور و توش سرباز ایرانی دورتر از همه خود را به لئونیداس رساند به جنگ آید چو 300 تن ز اسپارت ز ایران بس بود یک مرد اسپارت حمله به سمت لئونیداس شمشیر کلاهبود نیزه سپر خشایارشا با چشم شگفتی نگران این نبرد خاک چشم مشت دهان بر سپر سرباز نقش مهری زد نمایان آفرین سرباز پاوتی سرباز قوت بند ترفند جنگی شمشیر عقب سپر جلوی چهره حمله زنده باد پاوت لئونیداس شمشیر عقب سپر جلوی چهره حمله زنده باد اسپارت دو سپر از دو سو به هم نزدیک سپرها کنار شمشیر رو به رو در قلب دیگری هر دو یک چهره داشتند چونان دو برادر دو همزاد یکی از ایران یکی از یونان سرباز لئونیداس پارت چه شبیه منی سرباز چونان برادر دو گروه قداشتن و تو نیز لئونیداس گویی همه مردان پاد در بازوی تو می جنگند و پاد بسیار جنگ آورتر از من همه فرزندان و سپرستان نامت چیست؟ بگو تا
بدانم به دست چه کسی کشته شدم. مهر نامم مهر است. از پیش گویان شنیدم که مهر بازی خواهد آمد با تیغ مهر، آن که تیغ از میان ملت ها بردارد. من امروز تنها کین پارسی دیدم و تیغ پارسی. من مهر نیستم ولی ای کاش اون تیغ همان تیغ مهر بود. لئونیداس به پاس دلاوری اسپارتیانی به اسپارت گام نخواهم نهاد. آری بازگرد تا مهر دوباره در جهان زاده شود. در این دم واپسین دستان شما را می فشارند به مهر و شما دستان یک دیگر چونان دو برادر دو همزاد از نژاد فریدون فریاد در آغوش یک دیگر جان سپارید. ای کاش ظلم ما تاریخ را سیراب می کرد. هانس دیگر مرز ندارد. زین پس همه یک جهان خانه من است. به خانه های خود بازگردیم. سردارم ما تا به دروغ شکست ما رو جان زده و شورش کردن شما رو خواهند کشت. خاطری ها آتن رو خواهی کردن سرمشت قدر و شرق به این جنگ بستگی دارد. فرمان در این یونانیم را دارم تیر بود زرانیم بگذارید جهان دیگری نیز به جز آسیا باقی دارد. آن زمان که از پاس جز نام آن نمانده باشد ارزش های پارسی در آن زنده بماند.